اداره ملی امتحانات در برنامه حسابدهی دولت به ملت در کنار گزارش‌دهی از دستاوردها و فعالیت‌های یک سالش می‌گوید امسال امتحان کانکور را در 33 ولایت همزمان برگزار می‌کند. این اداره می‌گوید کار روی چگونگی برگزاری و پروسه تخنیکی امتحان کانکور جریان دارد و داوطلبان بیشتر را جذب خواهند کرد. با گفته سرپرست اداره ملی امتحانات، تیم‌های مختلف از وزارت تحصیلات عالی و زون‌های مختلف برای بررسی ظرفیت پوانتون‌ها فرستاده شده است. کار روی چگونگی برگزاری امتحان جریان دارد، سر پروسه تخنیکیش کار روان است. همین‌کنون که ما صحبت می‌کنم، تیم‌های مختلف از وزارت ماتم تحصیلات عالی با زون‌های مختلف اعزام شدند تا اونا ظرفیت موجود پوانتون‌ها را بررسی بکنند و از روی امکانات و زیربناها برای ما ظرفیت جذب روان بکنن که ما امسال نیت به این است که بیشتر از سال گذشته جذب داشته باشیم. امیدواری ما اینمی است. با گفته آقای خاموش، در یک سال پسین هیچ گونه سکتگی در کارهای اداره ملی امتحانات ایجاد نشده و این اداره از 88 میلیون افغانی عواید 86 میلیون افغانی در بخشای اداری و تخنیکی به مصرف رسانده که با این حال بیش از 2 میلیون افغانی به عواید دولت افزوده شده است. از فتح تا به امروز ما همی 86 میلیون مصارف داشتیم، ولی 88 میلیون عواید داشتیم. این خوشبختانه که میزان بلند عواید ما رو نشان میده که ما آهسته آهسته میریم به طرف خودکفا شدن و انشالله که در سالهای نزدیک ما اداره خود بودیم که تمام مصارف خود از عواید خود به دست میاریم. چاپ و توزیع بیش از 75 هزار کارت شمولیت امتحانات، 218 هزار فرم امتحانات، 4 هزار فرم امتحان اکادمی پلیس، 21 هزار فرم تثبیت سویه علما، 14 هزار فرم امتحان انستیتوت های طبی، 15 500 کارت شمولیت امتحان اکمال تخصص و شورای طبی، 49 861 کارت امتحان بست های معلمین و 9 هزار کارت امتحان برنامه ماستری بخش از دستاوردهای اداره ملی امتحانات بوده است.